حواشی جنجالی اکران آخرین قسمت سریال پوست شیر از کشف حجاب پانتا بهرام تا پخش آهنگ ابی در تیتراژ پایانی این سریال. با ما همراه باشید راجع به حواشیش و برکناری مدیر سینما لوتوس به خاطر این اکران صحبت می‌کنیم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. خب شب گذشته اکران آخرین قسمت سریال پوست شیر در سینما لوتوس اتفاق افتاد که خب حواشی و اتفاقات زیادی داشت. خیلی‌ها میگفتن این قسمت هنوز مجوز پخش نگرفته و بدون اجازه توی سینما اکران شده. خیلی‌ها میگفتن که این نسخه‌ای که توی سینما پخش شد و تیتراژش آهنگ پوست شیر ابی بودش مجوز نداشته و نسخه‌ای که مجوز گرفته چیز دیگه‌ای بوده. البته همه اینا قسمت کوچیکی از حواشی و اتفاقات اکران قسمت آخر این سریال بودش. بزرگترین اتفاقی که منجر به اخراج و برکناری مدیر سینما لوتوس شدش حضور بی‌حجاب پانتا بهرام بازیگر این سریال در این اکران عمومی بودش. توی این مراسم پانتا بهرام بدون روسری حضور پیدا کرد که با واکنش افراد مختلف همراه بودش. ولی خب ترکش های این اقدام پانتا بهرام منجر به برکناری مدیر سینما لوتوس شدش. حبیب ایلبیگی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی گفت پس از حواشی ایجاد شده در برنامه اکران قسمت پایانی پوست شیر مدیر سینما لوتوس برکنار شد. او توضیح داد با توجه به حضور بدون حجاب یکی از بازیگران زن و عدم اقدام درست و به موقع مدیر سینما در کنترل برنامه و عدم هدایت فرد متخلف و قانون شکن به بیرون از فضای سینما، مدیر آن به علت ضعف مدیریت از سمت خود برکنار شد. ایشون همینطور ادامه دادن که طی جلسه‌ای ضمن بررسی تخلفات سرمایه‌گذار و تهیه کننده سریال پوست شیر در خصوص پخش موزیک ترانه غیرمجاز و نمایش سریال مغایر با مجوزهای دریافتی مقرر شد ضمن درج در پرونده عوامل مقصر در نوع همکاری سازمان سینمایی با مسببین این تخلف تجدید نظر شود. که منظورش حالا از ترانه غیر مجازم آهنگ پوست شیر ابی بودش که توی تیتراژ پایانی این سریال در قسمت آخر پخش شد. ایشون همینطور گفتن که تخلفات سینما لوتوس در دست بررسی هستش که به زودی درباره اون تصمیم گیری میکنن. یعنی حتی احتمالش هست که سینما لوتوس رو هم پلم کنن یا موقت یا دائمی ببندن. ایلبیگی ضمن انتقاد از بازیگران و عواملی که سرمایه گذاران در عرصه سینما را به خطر می اندازند تصریح کرد رعایت قوانین و مقررات رسمی اعلام شده الزامی است. مضافاً این که مسئولیت تبعات رفتارهای قانون شکنانه عوامل و بازیگران این فیلم هم بر عهده خود آنها خواهد بود. حالا از یه سمت اومده گفته که تبعات رفتار قانون شکنانه بر عهده خود بازیگران، از طرف دیگه رئیس سینما رو اخراج و برکنار کرده. حتی نظراتتون رو بر ما تو بخش کامنت ها راجع به این صحبت هایی که انجام شده و حواشی که این سریال در قسمت پایانیش داشته برامون تو بخش کامنت ها بنویسید. راجع به حرکتی که پانتا بهرام هم انجام داده برامون نظراتتون رو کامنت بکنید. به نظرتون حرکت شجاعانه بوده یا حرکتش باعث شده که حالا سرمایه گذار و تهیه کننده فیلم ضرر ببینن؟ حتما نظراتتون رو کامنت کنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.